بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، الله ذات با عظمت است که خدا در قرآن عظیمشان معرفی کرده ولله الاسماء الحسنى و گفته که برای الله نام های نیک است. یکی از نام های نیکش الله است. قل هو الله احد. الله شش نقطه را باید در شناخت الله سبحانه و تعالی داشته باشیم. اول، الله معبود به حق است. الله معبود به حق است. ذلك بأن الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. هر چیزی که بغیر از الله عبادت میشه باطل است. الله معبود حق است. دوم، مستحق عبادت الله است. فعلم انه لا اله الا الله. الله میگه که بفهم که نیست هیچ کسی که مستحق باشه که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. سوم، الله ذاتی هست که مستحق اطاعت است. وقتی ما اطاعت میکنیم، حلال حرام، جایز ناجایز، خوب خراب، حق باطل، کلش بر ما الله تعیین میکنه. به این خاطر مستحق اطاعت الله هست. از هیچ قانون دیگه بغیر از شریعت الله نباید اطاعت کنیم. چهارم، الله سبحانه و تعالی عبادت و اطاعت خاص برای الله هست. خاص برای الله هست. الحمدلله رب العالمین، ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم. اگر عبادت زبانی هست مخصوص الله هست، اگر عبادت قلبی هست مخصوص الله هست، اگر عبادت مالی هست مخصوص الله هست، اگر عبادت تشریعی هست مخصوص الله هست، اگر عبادت قلبی هست مخصوص الله هست، و اگر عبادت فکری هست مخصوص الله سبحانه و تعالی هست. و این الحکم الا لله، و حکم نیست مگر مخصوص الله، یعنی خاص برای الله هست حکم. و پنجمی، الله سبحانه و تعالی دارای صفات و افعال بسیار عالی می باشه. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الله سبحانه و تعالی دارای افعال بسیار عالی هست. و ششمین نقطه‌ای که باید بشناسیم الله را و است که عبادت الله و اطاعت الله نمیشه مگر از طریق پیغمبراهش. همیشه الله سبحانه و تعالی کتاب های خود فرستاده و پیغمبران خود هم فرستاده است. بنابراین اگر ما میخواهیم که الله را عبادت بکنیم، چه قسم عبادت الله را میکنیم؟ که آنچه که پیغمبرا آورده از طریق ازو ما الله را عبادتش میشناسیم و عبادت میکنیم. الله سبحانه و تعالی میگه که قل ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست دارین، فتبعونی، باید شما از ما متابعت کنین. ما با متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم خالق متعال عبادتهایش را میشناسیم و عبادتش میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.